دوستان من سلام. میگم از ما مونده تو این 80 روز باقی مونده به ضرب الاجلی که ترامپ واسه نظام گذاشته چی کار کنه؟ رو میز همباندیای خودش بازی کنه یا منافع اونا رو بچسبه یا منافع کل نظام رو بچسبه و تو میز شغفری بازی کنه؟ به نظرتون اینوری بازی میکنه یا اونوری؟ رایزنی هیئت‌های هلندی و اسپانیایی در تهران. روحانی: ایران آماده گفتگو با اروپا برای تقویت امنیت و ثبات منطقه است. رئیس جمهوری انتقال موشک از ایران به یمن را اتهامی کاملا نادرست و بی‌اساس دانست و با بیان اینکه طرح این اتهامات بی‌اساس نمی‌تواند به حل مشکلات کمک کند، تصریح کرد ایران اسلامی از هر تلاشی در این راستا حمایت و پشتیبانی خواهد کرد و آماده گفتگو با دوستان خود در اتحادیه اروپا برای تقویت امنیت و ثبات در منطقه و همچنین ادامه مبارزه با تروریسم است. دی چه حرفا؟ نظام و امنیت تو منطقه؟ بله، وزیر خارجه فرانسه هم واسه همین داره میره سر وقت نظام، میخواد راه ماکرون رو واکنه که داره جام زهر منطقه‌ای و موشکی واسه عظما میاره. شیخ بریم قند تو دلش آب شده که اینطوری زهر رو به خورد عظما بده. شمخانی در دیدار با وزیر خارجه اسپانیا: قدرت دفاعی ایران هرگز قابل مذاکره نیست. برجام آزمون مهمی برای اروپاست و اگر الگوی برجام با توجه به روند اقدامات منفی آمریکا موفقیت خود را اثبات نکند، به معنای شکست اعتبار بین المللی منطقه مذاکره خواهد بود. طرح آمریکا برای ایجاد تغییر در برجام و به گروگان گرفتن آن برای محدودسازی دستاوردهای ایران را یک بازی سیاسی می‌دانیم و به صراحت اعلام می‌کنیم اگر برجام برای ما منافع لازم را نداشته باشد، دلیلی برای ادامه آن نیز وجود ندارد. بله، شکست اعتبار بین‌المللی منطق. البته این یارو منطق زور و تعادل قوا رو خوب میفهمه. بذارین یه ریز دیگه جلو بریم، این 80 روز به آخرش نزدیک بشه، اون وقت ببینیم منطقشون چی حکم میکنه. با ایران تجارت نکنید، شاه بیت آمریکایی ها در نقض برجام. حدود 3 ماه دیگر تا اتمام مهلت 120 روزه ترامپ زمان باقی مانده است و در حالی که بسیاری از مقامات اروپایی و حتی آمریکایی هشدار دادند که عقب نشینی واشنگتن از برجام میتواند به انزوای آمریکا منجر شود، ادامه لفاظی‌های رئیس جمهور آمریکا و دیگر مقامات این کشور در تضاد با مفاد برجام که یک توافق چند جانبه است، میتواند نشانه‌ای از تلاش واشنگتن برای تحت فشار قرار دادن ایران برای عقب نشینی از برجام و فرار ترامپ از اتهاماتی باشد که با خروج از برجام احتمالاً علیه وی مطرح خواهد شد. یه عده‌ای تو یه بلم کج و ماوج وسط طوفان گیر کرده بودن، داشتن اشهدشون رو میگفتن. اون وقت یاروی انگشتونه آب دستش نگه داشته بود، گفت این دیگه چیه؟ گفت نمیریزمش که دریا خوشه. بله، حال روز عظما رو تصور کنی که رو اره نشسته. هر کدوم از باندای نظامم تو این 80 روز باقی مونده به ضرب العجل از یه طرف میکشنش. عظما داره از وسط نصف میشه که هم خودش هم نظامش. بچه های قیام هم حسابی فشارش میدن رو اره که ایشالله زودتر دونست شه. موشکا